أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، آمين رب العالمين. در تکمیل بحث شناخت قرآن و عترت سلام الله علیهم، بحثمون در وجوه عظمت قرآن بود، منتهی شد به این جهت که یکی از وجوه عظمت قرآن عظمت تفسیرشه، چون تفسیر قرآن بیان مراد خداوند متعال است، نه فقط ظاهر آیه. آنچه مراد منزل قرآن و صاحب قرآن است، بیان کردنش در تفسیر هست. این تفسیر یکی از خصوصیاتش این است که مختص به اهل بیت عصمتن سلام الله علیهم، پیغمبر و آل اطهارش. کسی دیگر مطلع به کلام و اراده الهی نیست. عقلایی و عقلیش هم همینطور است که کسی میتواند مراد خدا را بداند که متصل به وحی الهی باشد. کیست غیر پیغمبر و آل بیت؟ وارث پیغمبر کیز غیر اهل بیت سلام الله علیهم؟ فقط این حضرات میتوانند تفسیر بکنند و ما راهی از برای تفسیری غیر از راه اهل بیت نداریم، نمیتوانیم به غیر اهل بیت مراجعه کنیم. مخصوصا مراجعه کردن به بعضی از کسانی که وارد تفسیر شدن از بزرگان و علمای اهل سنت، که خود اینها در اون جلسه قبل 10 نفر از اینها را عرض کردم، خود امامشون شمس الدین ذهبی اینها را کذب درشون هست. بعضی ها تعبیر شد به اینها کذب را نسبت به ابن عباس میدن. ابن عباس نگفته اینجا تفسیری، از پیش خودشون تدلیس میکنن. خود ائمه رجالشون گفته اینها مدلس هستن، اینها کاذب هستن، اینها دروغگو هستن. چطور میتونیم ما به اینها مراجعه بکنیم؟ نسبت به تفسیر فقط از آن اهل بیت، چون قرآن محتاج به بیان است. لتبین للناس، خدای متعال میفرماید، و نسبت به آیات شریفه الهی، کلام رب العزه است، کلام انسان مخلوق نیست. مجمل داره، مبین داره، متشابه داره، عام داره، خاص داره. تمام اینها بیان کردنش به عهده اهل بیت است، نه کسی دیگه غیر ایشان. لذا از راه غیر اهل بیت مجاز نیستیم، جایز نیست مراجعه بکنیم، مخصوصا با طعنی که نسبت به مفسرین اهل سنت شده است. یه مقداری هم عرض شد از باب نمونه چگونه تفسیر کردن که این تفسیر باطل و خطاست، به عنوان شاهد و دلیل نمونه بنا شد عرض بکنیم. یه نمونهش عرض کردیم در جلسه سابق که چگونه این تفسیر غیر از اهل بیت باطل، منحرف، گمراهی و کجراهی در شده است. نمونهش تفسیر بود که نقل کردیم از وکیعی که از بزرگان مفسرین اهل سنت بود. از خود شمس الدین ذهبی نقل کردیم که وکیع کسی بود که در مجلس عروسی حاضر نمی‌شد مگر در اون مجلس نبیذ شراب باشد، مفسر قرآن شراب خور. به اعتراف خود ذهبی، ایشون بخواد قرآن تفسیر بکنه شما بهش اعتماد بکنید. یکی از تفسیر همین جناب وکیع این بود که تفسیر کرد آیه شریفه توی نجم، افرائیتم لات و العزا و منات الثالث الاخرى. این آیه در مقام نکوهش این بت هاست، چون قبلش هم داره ولقد را من آیات ربه الکبرى، پیغمبر آیات بزرگ الهی را در معراج دید، خدا بهشون داد. این بت های شما چه آیتی دارن؟ اینا صحبت میکنن، کاری میکنن، رزقی میدهن، زهری میرسونن. افرائیتم اللات و العزا، این چه کاری میتونم بکنم براتون؟ و منات الثالث الاخرى، این آیه که نکوهش اینهاست. ببین وکیع چطور تفسیرش میکنه. میگه به این که این سوره نجم را با این آیه ها را پیغمبر در محفلی از مشرکین در مکه خوندن و این آیه که رسید افرائیتم اللات و العزا،
پیغمبر حاصل پیغمبر اکرم در مقام تمجید این بت‌ها پیغمبر فرموده باشند تلک الغرانیق الاولا، اینها بت‌هایی است که من هست شفاعت ترتیا، شفاعت از اینها امیدوار هست، امید شفاعت اینها داریم. این ممکن است پیغمبر اکرم؟ اونم در کجا؟ سوره نجم که اول سوره نجم داره به این که و ما ینطق عن الهوا، هوا هوس نیست صحبت پیغمبر، این هو الا وحی یوحا. چطور میشه پیغمبر اینجور تفسیر کرده باشه؟ چطور میشه پیغمبر اینجور فرموده باشه؟ این تفسیر آقایان اهل سنت. آیا ممکن است العیاذ بالله پیغمبر یه بت پرست معرفی کرده؟ غیر اهل بیت این آقا، غیر از اهل بیت گمراهی است. این یه نمونه است که سابقا اشاره کردیم. وقت اینم در خود کتاب های معتبر اهل سنت نقل میکنن که این تفسیر وکیع کرده، چون تکرار نمیخوام بکنم برای اینکه مطلب دست باشن. مثل طبری در تفسیرش، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابوبکر بزاز، ابن اسحاق، مغاز، تمام اینها این نقل کردن که وکیع اینو تفسیر کرده. نمونه دوم بحث امشب که انسان بداند برهانی و وجدانی برش بشه که نمیشه انصافش به غیر اهل بیت مراجعه. انصاف وجدانم حاکم است، نه فقط روایت. خواهیم اشاره و عرض کرد در حدود 50 روایت ما داریم که به غیر از اهل بیت در تفسیر مراجعه ممنوع است، چون نمیشه کسی تفسیر کنه، کسی مطلع نیست. و چقدر جاهایی است که اهل بیت مشکلی کردن بعضی مفسرین را، اشتباهشون بهشون گفتن، باطل بهشون گفتن، بازم برگشتن. نمونه دوم نسبت به آیه مبارکه معروف، آیه تطهیر در سوره احزاب، آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند فقط میخواهد به اراده تکوینی از شما خاندان، از شما اهل بیت بجداید هر گونه پلیدی است، هر گونه آلودگی است، هر گونه گناه، هر گونه عمل زشت است. رئیس معناش عامه در لغت عرب، معنا کردن که الرئیس المآثم، گناه ها رئیس میگن، اعمال قبیحه رئیس میگن، اخلاق بد را رئیس میگن، امور شیطانی. خود فیروز آبادی میگه و کل مستقبر من الاعمال، تمام اعمال زشت را رئیس میگن. همه اعمال زشت از شما اهل بیت دوره، از همه اینها پاکیزه هستیم. لیذهب عنکم رجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک و پاکیزه قرار ده. این آیه مبارکه به اعتراف فریقین عامه و خاصه. فقط مرحوم علامه امین الله مقامه اسم آورده و مدرک داده 90 تا از علمای اهل سنت در 100 تا کتاب گفته این مخصوص اهل بیت محمد و آل محمد سلام الله علیه. اون وقت در روایات متعدد 34 طریق از روایات شیعه هست، 41 طریق از روایات اهل سنت هست. این آیه مبارکه مخصوص رسول اکرم و این خمسه طیبه است، اینها ثابته. حالا ببینید اهل سنت شما تفسیرش میکنه، میاد خیلی از مفسرین مخصوصا فخر رازی که خیلی این پرورش میده. فخر رازی در جلد 25 کتابش صفحه 182 میگه اولا این است که این آیه شریفه هم برای پیغمبر و آل بشر، هم برای زوجات پیغمبر، زنهای پیغمبر هم این آیه شامل میشه. از این پا بالاتر به بعضی از مفسرین ها گشتم. در تفسیر این میاد اکرمه غلام ابن عباس، او عبارتش این آقا دلسوز این است که چطور تحریف به این اندازه، چطور جرأت به این اندازه بکنم. اکرمه میگوید ان الله، این آیه که میگیره از اراده خدا خبر میده، ان الله اراد بذلك ازواج النبی خاصه، فقط زنهای پیغمبر، یعنی اهل بیت خیر، یعنی پیغمبر و آل خیر، آیه درشون نازل نشده. این دیگه خیلی پاره فراگشته. اراد بذلك، خدا اراده کرده. از کجا خبر داری خدا اراده کرده؟ به چه وسیله ای؟ تو مبین اراده خدا هستی، خدا بر تو وحی فرسته که اراده کرده، از کجا حرف میزنی؟ اینم این شخصی که بازم در روایت اهل سنت هست، این شخص دروغگو، این اکرمه. علام نبلای شمس الدین ذهبی میگوید کان اکرمه تو اباویین و من الخوارج، ناسبی خارجی بود،
قال عبد الله ابن عمر كان اكرمه يكتب على ابن عباس دروغ به ابن عباس میگه که ابن عباس از پیغمبر نقل کرده دروغ میبست و قال مصعب كان اكرمه كذابا دروغی زیاد دروغ گفته میاد اینجور تفسیر میکنه که ان الله اراد بذلک ازواج النبی خاصه فقط زوجات پیغمبر در آیه شریفه تطهیر اینها اصل اراده کرده وقت این با آیات شریفش رو میسازه با روایات متواترش رو میسازه غیر از فقط جهت وجدانش رو میخوام عرض بکنم غیر از مسئله این که روایات فریقین متفق است که این مخصوص به پیغمبر و اهل بیت است ازواج خارج هستند غیر از این خلاف وجدان ما بخوایم بگیم ازواج زوجات داخل در این آیه هستند یا فقط مال زوجاته چرا؟ شش دلیل خوب عنایت بفرمایید آن شش دلیل داریم به این که ممکن نیست زوجات داخل در آیه باشند دلیل اول خود پیغمبر اکرم اسلام اهل بیت تفسیر فرمودن که کیا هستن در حدیث ثقلین که متفقان علیه هست فرمود انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی احتمالم کسی نادی که زوجات پیغمبر داخل باشه پیغمبر تفسیر میکنن تصریح میکنن و عترتی اهل بیتی نفهمد و عترتی من اهل بیتی کسی احتمال بس اهل بیت بیشتر از عترت هستن شاید زوجات پیغمبرم داخل در اهل بیت باشه نه نه عترتی یعنی عترت همون اهل بیت اهل بیت هم همون عترت از این خمسه طیبه تجاوز نمی کنه خود پیغمبر تفسیر رانده چطور ما برخلاف صحبت و تفسیر پیغمبر بگیم مراد فقط زوجاته حتی پیغمبرم خارج بکنی اهل بیت هم خارج بکنی این دلیل اول دلیل دوم پیغمبر اکرم اسلام نه فقط تفسیر فرمودن در وقت نزول آیه زوجات را تنصیص و تصریح بر خروجشون فرمودن خارج کن زوجات را کسی به احتمال ده که شاید زوجات هم اهل بیت پیغمبر باشن داخل در آیه باشن در تفسیر طبری جلد 2 صفحه 5 ایشون نقل میکنه اینکه از بزرگان علمای اهل سنت ایشون میگه 15 روایت داریم متواتر که زوجات پیغمبر خارجن از آیه تفسیر او میگوید بعد این روایت در شیعه هم هست که ام سلمه که آیه تفسیر در منزلش نازل شد ایشون در نزول آیه هنگام نزول این آیه مبارکه پرده کسا و اون عبای پیغمبر یه مقداری بالا کرد به پیغمبر عطل یا رساله و انمین کن منم از شما هستم دار عبارت اینه فجد بر نبی الرداء من یده پیغمبر این عبارت از دست ام سلمه کشیدن پیغمبر اینقدر اخلاق عالی داشتن که اگر با کسی دست می آدم دست نمی کشیدن تا او دست بکشه وقت ام سلمه که از زنهای خوب پیغمبر ام سلمه آقا دختر عمه پیغمبره دختر عاتکه است عاتکه عمه پیغمبر است نسبی با پیغمبر در رهای پیغمبره اونم از زنهایی است که امیرالمؤمنین موارث امامت همین مقدارش بر ام سلمه امانت گذاشتن رفتن کوفه امام حسین امانت گذاشتن این مقدارش رفتن برای کربلا امین میراث انبیاس دختر عمه پیغمبره از بزرگان خاندان زوجات پیغمبر هست از ام سلمه پیغمبر عبار کشیدن جد بر داهو قال لا امتی به خیر خیر آخرت خیر اما شما از ما نیستی چیکار بکن دیگه وقتی ام سلمه خارج باشه کسی که داخله وجدان حاکم به این معناست پس بنابراین نمیتونیم ما از کم زوجات داخل هستن پیغمبر خارج کرد و کیه داخل بکنه قتاده داخل بکنه مفسرین دیگه داخل بکنه این ثانیه ثالثه کلمه انما در هیچ کدام این آیات زوجات پیغمبر اخلا بود ادعاش اینست که چون این آیه شریفه در آیه زوجات آمده پس برای مخصوص به زوجاته یا زوجات داخل هستن هیچ کدام این آیه کلمه انما ادات هست نیمده فقط این آیه است انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل بیت انما به اتفاق اهل عربیت افاده میخواد بکنن مدخول انما افاده میشه هست منحصر است به این و غیر خارج است اگر گفتن انما عندي درهم یعنی فقط یه درهم دارم و غیر درهم ندارم افاده حصر میکنه این آیه مبارکه بعد از کلمه انما منحصر است به اهل بیت
اهل بیت هم پیغمبر تفسیر فرمودن نمیشه دیگه زوجات داخل بشن، ولی انما لغو میشه. کلمه انما بسی اثری داره. رابعا، اصلا سیاق این آیات مبارکه با هم دیگه فرق میکنه. بیان فرق این آیات با هم دیگه، ملاحظه این فرمود تمام آیات قبل از این آیه تطهیر همش خطاب زوجات پیغمبر با ضمیر جمع مؤنث مخاطب. یا نساء النبی من یأت منکن، نه منکم، مال مذکر، مال مؤنث، مال زن. خوب اینو بفرمایید. من یأت منکن، بعد دوباره میفرماید به این که و من یقنت منکن لله، دوباره یا نساء لستن که احد من النساء لا تخضعن قرن فی بیوتکن. همه جمع مؤنث، مخاطبه به زنها جمع مرن. یه حکیم بعد عوض سیاق تبدیل پیدا میکنه. انما یرید الله لیذهب عنکم، نه عنکن، نه نساء النبی، نه زوجات، عنکم شما اهل بیت، شما چهار نفر مرد کامل در وجود با صدیقه طاهر از باب تخلیب شما هستید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرسی البید و یطهرکم، نه یطهرکن. نه هر عرب زبانی میفهمه که این آیه اصلا مربوط به که زوجات نیه دیگه، عوض شد سیاق. این چارت دلیل پنجم، اصلا لحن کلام. یکی که اگه انصاف تعجم چطور اینا این حرفا رو زدن، کسی اگه با انصاف مراجعه بکنه به آیات و بارکه خود به خود کاملا برش واضحه. اصلا نه مسئله سیاق، مسئله لحن کلام، اسلوب کلام، روش کلام، کیفیت کلام الهی فرق میکنه در زوجات با آیه شریفی تطهیر. نمیسازه با هم دیگه. آیه تطهیر چی فرماد؟ انما یجل یضع عنکم رس اهل البیت. هر گول پلیدی، آلودگی، بدی از شما عرض کنم که اراده تکوینی الهی است که اذا اراد الله شیئا انما یقول کن فیکون، بخواد و شده. اراده تکوینی، نه اراده تشریعی. اراده تکوینی است که اصلا رشت نزد شما نیست به هیچ گونه. متحرید با تأکید یا تحرکن دوباره تطهیر را با این کیفیه. و قبلش چطور میشه این آیه شامل نساء النبی بشه در حالی که نساء النبی اینجور به این کیفیت و این لحن خطاب شده؟ یا نساء النبی، خوب عنایت بفرمایید. من یأت منکن بفاحشه مبینه، زنهای پیغمبر اگر کسی معصیت قوی هست شما کرد، یضاعف لها العذاب ضعفین، تهدید، تقریع، تو سرزنی، تعنیبش میکنه. میعت من کنه بفاحشتم، اگر فعل قبیح بین القبح باشن، یضاعف لها العذاب ضعفین و کان داره که عند الله یسیر. این با تطهیر شو میسازیم. اگر ضمن آیه تطهیر باشن، خداش تو بهشون اینجا میفرماید که اگر کار فحشای معصیت قبیح کردید، خدا دو مرتبه شما عذاب خواهد کرد، چند دوشندن عذاب کرد. یا در آیه شریفه نسبت به این فرمایش لستون که احد من النساء این تقیتون، اگر متقی باشید، معلومه اینا مسلم نیست تقوی درشون. این تقیتون اعد للمحسنات من کن، همه تون نیکوکار نیستی. بعد و قرن فی بیوت کن، آروم بشینید، مستقر در خون خودتون بشید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، بی حجابی نکنید، بی عفتی نشه مثل جاهلیت. اگر اینها داخل در آیه تطهیر بودن، این مناسبت نیست خدا اینجا بفرمان، ممکنی خدا اینجا بفرمان. نمونه است که یک شخص از کم بیاد مثلا به ما بگه، به بنده بگه فلان زید آدمیش عاده متقی در درجه عالی پرهیزکاری است، اگر دزدی کرد دسته بزنید، این موجب از کم سخریه نیست، مسخره کار نیست. پس اگر این آدم متقی شو دزدی بکنه، اگر آدم دزدی شو میگه متقی در اعلی مرتبه تقوا، این آدم عاقل انجام میده و خدا انجام بده، این وجدان قبول میکنه این معنا رو. یه کسانی زنهای پیغی که با این اسلوب خدا بهشون ثابت کرده من یعتمن کنه به فاحشه، وقتی نما آیه تطهیرن، اتحافظ و تناقضگویی در کلام میشه. اونم در دنبال هم دیگه، آیات متقارب با هم دیگه، دنبال هم، متعاقب هم دیگه. ممکن نیست این لحن خطاب، از لحن خطاب معلومه که اصلا در دو مرتبه هستن با هم دیگه.
نساء در یک مرحله هستن، اهل بیت هم مرحله دیگه هستن، اصلا علاقه به هم دیگه نداره، اتصالی به هم دیگه نیست. ممکنه این عایشه رو نزاها بشه سادسن نسبت العیاز بالله. ما بخوایم میگیم این آیه شامل زنها میشه، تعارض در قرآن میشه، تحافظ در کلام الله میشه. کلام اللهی که لا یعتیه الباطل من بین یدیه، اصلا ممکن نیست باطل در قرآن باشه. اول آیه قرآن تا آخر قرآن یک تعارضی، یک تناقضی، یک تنافی با هم دیگه نیست، یک کلام است از رب العزه، خدایی که الکمی که خالق معصومین اشتباه بکنه، تعارض گویی بکنه، با هم دیگه تنافی گویی بکنه. اگر ما بخوایم عرض بکنیم که آیه شامل زوجات پیغمبر میشه، با اینکه بزرگانی هم در این زوجات هستن، این تناقض گویی در آیات مبارکه. چرا؟ چون خود همین قرآن در سوره مبارکه تحریم نسبت به دو تا از زنهای پیغمبر که همه قبول دارن روایت عامه و خاصه خواهیم عرض کرد، اینها زیغ درشون بود، سقیان قلب، انحراف قلب به باطل درشون شد، معصیت کردن، معصیت کبیره کردن. سوره تحریم در آیه مبارکه سوره تحریم ملاحظه این فرمایید، اینجور داره آیه مبارک، آیه 4، ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما، ای دو خانم پیغمبر، ای دو زن پیغمبر، اگر چنانچه به درگاه خدا متعال توبه کنید ولی دلهای شما منحرف از حق شد. سقیان و سقط القلوب به تعبیرش در عربی از زیغ و الانحراف عن الحق، زلالت، گمراهی، باطلگرایی، اینو بشگن زیغ. با آیه تطهیر عصمت افاده میکنه، عصمت کبرا، ان تتوبا شما گناه کردی، توبه کردی، فقط سقط قلوبکما، قلبتون منحرف شد، به باطل رفت، از حق منحرف شد، شو آیه تطهیر هستی شما. بعد با این بیان و ان تواهرا، دست به دست شدن بر هم دیگه، بر علی پیغمبر، این بدترین گناه از معاصی کبیره، اگر با هم دیگه دست به دستی بر علیه و هم پیغمبر اکرم، فإن الله خدا نگار اوست. این سقیان القلب، انحراف قلب به باطل، دست به دست شدن بر علیه پیغمبر اکرم اسلام، این گناه نیست؟ این معصیت کبیره نیست؟ این با آیه تطهیر میسازه؟ اگر بخوایم بگیم آیه تطهیر شامل زوجات میشه، تعارض از خدا نیست؟ عزب الله، ممکنه با هم دیگه قرآن تعارض بکنه؟ حاشا بکل. بعد از تمام اینا، بعد از تمام ادله سلبی و ارکان اثباتی، اصلا به هیچ وجه قابل ارکان وجدان، قبول وجدان نیست ما بخوایم بگیم شامل نساء بشه، چه برسه مخصوص به زنها باشه. چرا؟ به اعتراف خود حضرات اهل سنت، از غیر از اهل سنت نقل نمی کنم، انشاءالله با مدرک همتون عرض میکنم، یه از موقعیت های ننگین است بعضی از اینها داشتم که ممکنه اینها طاهر باشن، ممکن نیست من پاک و پاکیزه معصوم باشم، به هیچ وجهی. عرض کردم فقط از رجال اهل سنتی، من جمله از در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 61، با آدرس عرض کردم کسانی که اهل تحقیق مراجعه بفرمایم، من خود اینها گفتم، نقل خود این حضرات، بندی چه اضافه نمی کنم. در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 61، عن عائشه انها قالت، این عبارات هم نقل میکنم به عربی، ترجمه عرض میکنم، کنت امد، مثل که دائما این کار، کنت همیشه این کار میکردم، کنت امد رجلی فی قبلت النبی صلی الله علیه وسلم، او تعبیر وصل آله نداره، صلی الله علیه و آله وسلم و هو یصلی، نماز که پیغمبر میخون، من پام در جایگاه قبله پیغمبر، یعنی مسجد و سجدگاه پیغمبر دراز میکرد، فعدا سجد، اگه میخواد سجده بکنه پای ایشون مزاحم میشه، غمزنی با دست از کنی پا را پیغمبر اشاره میکنه پا تپس کن، فرفعتا فعدا قام، پیغمبر برای میشه دوباره مدد تو برمیگرد. این ایزا پیغمبر نیست مال بخدا، این بی احترام پیغمبر نیست، این اسوای ادب پیغمبر نیست. وقت نماز پیغمبر در جایگاه سجده پیغمبر پا دراز کنه، هی دراز کنه، مزاحم پیغمبر میشه، این مال آیه تطهیره. دومش فیض القدیر مناوی جلد 3 صفحه 661، خوب توجه، شاید کمتر گفته باشه اینا، گفته شده باشه اینا، غضبت عائشه علی النبی، العیاذ بالله،
پیغمبر رحمت العالمین. او اولا به ماست، اگر بار بکشه حق داره، هر کس نما بر او غضب کنیم. غضبت عایشه علی النبی فقالت لها فی کلامها، در اون صحبت که با پیغمبر کرد، انت الذی تزعم انک نبی الله، شما همینه که ادعا میکنید. آخا، یعنی ما شهادت نیه پیغمبری خاطر انبیا ادعاست؟ انت الذی تزعم انک نبی الله، تو ادعای که پیغمبر خدا هستم، یعنی شما قبول نداری پیغمبری را، اذعان پیغمبری نداری که تزعم ادعا میکنی پیغمبر ادعا داره پیغمبری. سالسن کتاب تخریج حادیث الاحیاء مال عراقی، جلد 3 صفحه 462، عن الطبرانی او نقل میکنه، جرا بین رسول الله و عایشه کلامون، بگو مگوی بگه پیغمبر و عایشه رخ داد، حتی عرض کم این عبارت نقل میکنه از بری امانت، حتی ادخلا بینهما ابوبکر حکمن، پدرش را که ابوبکر باشه به عنوان حکم واسطه قرار دارن که او بیاد عرض کم نظارت کنه. آمد فقالها رسول الله تتکلمین او اتکلم، شما صحبت میکنید یا من صحبت کنم؟ فقالت، عبارت عنایت بفرمایید، بل تکلم انت ولا تقل الا حقا، شما صحبت کن غیر حق نگی ها. در فلطمها ابو بکر علی فمها، دهن زد لطمه به زد و قال، چیز که او بهش لطمه میزنه، و قال یا عدیت نفسا تقولی ای قول غیر حق، ای دشمن خودش میگه پیغمبر غیر حق میگه، که میگه این لا تقول الا حقا، میگه پیغمبر حق داره میگه. اینجور صحبت کردن اهانت به پیغمبر نیست؟ مخالفت با این هو الا وحی یوحا نیست؟ این آیه تطهیره بر. مورد 4، سنن ترمذی، جلد 1 صفحه 254، عن انس بن مالک قال احدث بعض ازواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى النبی طعاما، یکی از زوجات پیغمبر غذای برای پیغمبر هدیه فرستاد، فی قصعت، قصعه میگن بر وزن بدره، اون ظرفی است که یشبع عشرتا، یه ظرفی است که 10 نفر غذا درش بزن 10 نفر سیر می، و اکبر منها الجفنه، اگه بزرگتر شد سینی شد میگن جفنه، و از غره منها از صحفه، اگر کوچیک شد بشقاب شد میگن صحفه. غرض این است که قصعه یک ظرفی است که غذای 10 نفر سیر کننده 10 نفر درش هست. اینه برای پیغمبر هدیه فرست اون خانم. اهدت بعض ازواج النبی صلی الله علیه و آله الی النبی طعاما فی قصعه، فضربت عایشه القصعه بیدها فالقت ما فیها، زد زیر این عرض کمی که غذای پیغمبر ریخ هرچی درش بود. فبدا الغضب فی وجه رسول الله، غضب پیغمبر حلیم کریم، غضب در صورتشون ظاهر شد. فبدا الغضب فی وجه رسول الله فقال طعام به طعام، مسخور ذمه هستی ها، ضامن شدی ها، اهانت که کردی، غضب از بین بردی، طعام به طعام و اینان به اینان، معلوم از این استفاده نیست که معلوم شد اون ظرف هم شکسته شده بوده. یه روایت هم داره فکسرت، اون عرض کم قصعه شکست، زامن شده، طعام به طعام و اینان به اینان. خب ملاحظه فرمایید، این نعمت، این تعدی به نعمت خدا نیست، ظلم به اون زوجه نیست که صاحب این عرض کم قصعه و صاحب این ظرفه، غضب رسول الله غضب خدای نیست، انسان خدا رو غضب بیاره، این از کارهای خوبی، از کارهای طهارت، این ها از آیه تطهیره، اسراف نیست این کارها، ریختن این غذا در مقابل پیغمبر، بیعده پیغمبر نیست، محروم کرده پیغمبر از این غذا نیست. پیغمبر شهیدن برشون رفت کن. فقال یا عایشه لا تسبی، چرا فحش میدی؟ فان الله لا يحب الفحش والتفحش، هم کسی که فحش میده که جواب فحش میده پیغمبر خدا بعدش میاد خوشش نمیاد، چرا فحشی میکنی؟ اونم به این بنده خدا ماری قبطیه در مقابل پیغمبر، این سزاست، این رواست، این عمل خوبه. مورد آخری، العقد الفرید ابن عبد ربه الاندلسی، جلد 6 صفحه 34، ایشون نقل میکنه قال، این عبارت
کان فی المدینه فی الصدر الاول، در ابتدای زمان، در زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر، ابتدای زمان مدینه، مغنن یقال له قند، یه عرض که آوازخون بود که قند اسمش بود، قند بهش میگفتن. و هو مولا سعد ابن ابی وقاص، غلام او بود، پدر عمر سعد علی الله. و کانت عبارت ابن عبد ربه در عقد الفید آدرس که عرض کردم، و کانت ام المؤمنین تستظرفه، استظراف یعنی خواستن یه امر ظریفی از این مغنی ساز آواز خون، از این میخواست که استظراف یعنی طلب که یک ظریفی برای من بگو، حالا یه آواز ظریفی، یه کلام با ظرافتی، این مغنی آواز خون بوده، این مغنی بوده، یه غنای ظریفی بر من بخون. کانت ام المؤمنین تستظرفه، فضربه یوم سعد، این غلام رو، این قند رو، این آوازخون رو زد یه روزی، بعدش اومد عایشه، فحلفت عایشه لا تکلمو با سعد، دیگه صحبت نمی کنه حتی یرضا عنه قند، رضایت او شرطه، یعنی رضایت خداست مثلا. فدخل علیه سعد، سعد من قاسته پر اون غلام، پر اون قند آوازخون، و هو وجع من ضربه، ناراحت بود، دردناک بود از زدن سعد بن ابی وقاص، فاسترضاه، راضیش کرد، فرضیت، فرضی عن، راضی شد، ثم کلمت عائشه، بعد از این عائشه باهاش صحبت کرد که حالا که او راضی کردی برات راضی هست. ببینید شما رو به خدا، اصلا وجدان هر انسانی میتونه قبول بکنه، یک کسی که زوجه پیغمبر باشه، خاتم الانبیا، اشرف المرسلین، در اون جایگاه، این باید طلب کنه مردم بهش قرآن بخونن یا استراف و سازاواز بخونن برای، این باید به عبادت و به نماز و به روزه و به کارهای خیر بره یا باید به استراف آوازخونی بره، اینا رو بسنده، این هر نماز شب باید باشه یا علی اصلا شنیده به اینها، این مناسب باشه پیغمبر بره، غیر از این که این کار کار خلافی است، آیا این مناسب با شأن و جان پیغمبر داره؟ مناسب با حرمت خاتم الانبیا داره اصلا این کار؟ اینها رو عین شما و وجدان، کسانی که این صدا رو میسوان از آقای اهل سنت با وجدانشون، کتاب هم از که مراجعه بکنن، آیا ممکن است با این کیفیت که خود این حضرات اهل سنت گفتن نسبت به این جور موارد، این جور موقف و مواقف و موقعیت ننگین، این موجب باشه در آیه تطهیر برن، آیه تطهیری که پاک و پاکیزه قرار داد، یذهب عنکم الرجس، همه انها، هر قذارتی، هر آلودگی، هر گناهی، هر اخلاق بدی، هر عمل ناشایستی، کاملا باید مبرد باشه. این آیه تطهیر در شأن انبیا نیامده آقا، چون عصمت کبراست، یعنی ائمه اطهار صاحب آیه تطهیر ترک اولا نمی کنن، مکروه هم انجام نمی دن، معنی عصمت کبرا اینه. چطور میشه آیه تطهیر این حضرت شعر بشه؟ آیا ممکن هست؟ این ظلم نیست؟ اهانت به پیغمبر، به خداوند، به آیه قرآن است که بگیم اینجور داخله، یا زوجات داخل باشن یا او گفته به این که اصلا مخصوص زوجات باشه، این حرف درست، این غیر طریق اهل بیت، این آخ، این وجدان، این حاضر و این ناظر. موارد دیگه وقت تختون گذشت، برای جلسه بعد ان شاء الله عرض کنم، برکت صلوات.